ممنون آقای معین معین، مشاور وزارت امور داخله، همچنان رئیس شبکه 119. لطف کردین، خوش آمدید. سپاسگزارم از شما. ممنون از وقتتان. در شماره 119 روزانه چقدر زنگ میاد و مشخصا که بگوین مشکلات و شکایات مردم چی است؟ در 119 روزانه صدها زنگ میاد. برخی هم مزاحمت میشه به 119. زنگ هایی که واقعی است وقتی میایه، اینها از طریق یک پروسه بسیار شفاف اینها دستبندی میشه. به طور مثال زنگ ها ممکن به خاطر خشونت خانوادگی باشه، زنگ ممکن به خاطر جلوگیری از یک حمله وحشیانه باشه، زنگ ممکن به خاطر جلوگیری از یک قتل و دزدی و اختطاف و این مسائل باشه. ما شاخص بندی کردیم تمام این مشکلات وقتی که به ما زنگ زده میشه و تقریبا در 24 شاخصه یا 22 شاخصه اینا رو کاتگوری کردیم. زنگی که میاد در هر کاتگوری نشان میده که چقدر زنگ اومده. مثلا در کاتگوری یا در شاخصه اختطاف امروز مثلا 2 زنگ بوده یا 3 زنگ بوده، در شاخصه دزدی اینقدر بوده، در شاخصه به طور مثال عملیات انتحاری و انفجاری و جلوگیری از یک وقوع یک حمله چون این چیزهایی بوده یا خشونت خانوادگی بوده به این تعداد بوده. اینها روزانه دستبندی میشه هم از سطح کابل و هم از کل ولایات که زنگ میایه و بعد به مراجع مربوطش اینا ارسال میشه و ما ارسال میکنیم روزانه به بخشای مربوطه که اینا اجراات کنن و بعد تعقیب هم میکنیم که آیا اجرا شده یا اجرا نشده. اما در کل پلیس 119 ما در پلیس مردمی مشکلات تکنیکی خود داره و ما هنوز سرتاسری نیستیم. در چند ولایت هستیم؟ در 8 ولایت. مثلا کدام ولایت هست؟ در ولایت کابل هستیم، بلخ هستیم، هرات، کندوز، قندهار و ننگرهار و پکتیا هم هست که تقریبا 3-4 ولایت ما 119 غیر فعال است. اما در 4 ولایت فعال است و در بلخ فعال است، در کندوز، در کابل و در هرات. اما خب برنامه‌های بسیار خوبی داریم که ما بتونیم به لحاظ تکنولوژیکی و به لحاظ فناوری ما بتونیم که 119 انکشاف بدیم و سرتاسری بسازیم در داخل افغانستان. و مشکلاتی هم داریم، شکایت هم اکثر وقتا میشه که چرا وقتی ما زنگ میزنیم به 119 کسی پاسخ نمیده. قطعاً چون این چیزی نیست، ما تماس‌های هدر رفته داریم چون تکنولوژی ما یک مقدار کهنه شده و نیاز به آپدیت داره و نیاز به بروز داره که ما ای سرش کار میکنیم. وقتی که انجام بشه این تماس ها به هدر نمیره، یعنی حجم تماس ها وقتی میاد یک تعداد پاسخ داده میشه، یک تعداد به هدر میره و بعد شهروندان احساس میکنن که 119 پاسخ نداده به اینا زنگ زدن. نه، چون این چیزی نیست و ایره من میتونم که به شهروندان اطمینان بدم که بس تکنیکی است و ما باید این در صدد برطرف ساختن این مشکلات هستیم و کوشش داریم تا 119 ما، شبکه 119 به عنوان یک شبکه اطلاعاتی و اطلاع رسانی و تعقیب مشکلات مردم از این حالت خارج بشه و بتونیم که ایره مرغوبتر و مطلوبتر بسازیم و مردم تماسایشان راحتتر برقرار بشه و پاسخ داده بشه به تماسا و تعقیب بشه و روش کار کنیم. خب برنامه هایی داریم با همکاران بین المللی هم که با ما همیشه همکار هستن کار میکنیم از نزدیک. امیدوار هستیم که بتونیم که در ماهای آینده شبکه اطلاعاتی 119 هم فعالتر بسازیم، هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ اینکه در ولایت بیشتری ایجاد بشه. امی 119 چقدر مفید بوده برای مردم و شما تانستین که چقدر مشکلات مردم از امی طریق 119 برش رسیدگی بکنیم؟ مشکلات کلان ما از طریق 119 حل کردیم. ما میشه گفت صدها مورد هست که در یکی دو موردش که خیلی مهم بود، یکی دو مورد به طور مثال در روز انتخابات گذشته موارد بسیار کلانی بوده که از طریق 119 حل شده. ماهینگذاری بوده و حمله بوده. در کدام ولایت؟ در کجا؟ در کابل و در بعضی از ولایت‌های دور بوده که از طریق 119 اون رسیدگی شده. در کابل زیادتر بود که ما عاجل اقدام کردیم و نیروهای امنیتی رسیدگی کرده. از این موارد زیاد داریم و یک فهرستی هست که انشالله ما در
روزهای آینده در اختیار رسانه ها قرار بدیم که 119 چقدر تانسته که جلوگیری بکنه از مشکلات، بروز مشکلات از این قبیل، یا به طور مثال مشکلات دیگر خشونت خانوادگی بوده ما رسیدگی کردیم. اما اگر مشکلات تکنیکی در 119 باشه، خب بیشتر خدمت شما عرض کردم که در پی حل و رفع و دفع اینها هستیم و امیدوار هستیم که هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ فراگیر بودن ما بتانیم که 119 توصیه بدیم و به انکشاف برسانیم. در اخیر خواست شما از مردم چی است؟ مردم برای پلیس مردمی چی باید بکنن؟ همه چیز مردم هستن. همین قدره که پلیس مردم مردمی به مردم خدمت بکنن. همه چیز مردم هستن. من پیش از اینکه یک مسئول باشم در وزارت امور داخله، من عضو جامعه مدنی هستم و معلم هستم در دانشگاه و به عنوان یک پژوهشگر و به عنوان یک اکادمیسین من بی باور هستم که بدون مردم هیچ چیز معنا نداره و ما تمامی تلاش خود را داریم که با مردم همکار باشیم و از مردم هم امید زیاد داریم و میدانیم که مردم در کنار ما هستند و مشکلات ما را درک میکنند و کمی و کاستی پلیس میبینند و میگن و به خاطر حلش همکاری میکنند. نقش مردم نقش اساسی است در تمامی عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بدون مردم هیچ چیز ممکن نیست. پلیس بدون مردم هیچ کار کرده نمیتونه، موفق هم نیست. پلیس برای مردم است، برای جامعه است و تقاضای میست که شهروندان عزیز ولایت بلخ بیش از پیش با پلیس همکار باشن، مشکلاتی که هست دریابن و نواقصی که هست تحمل کنیم و به خاطر رفع و دفعش همکاری کنیم با پلیس. وضعیت کلان کشور باید همه بفهمیم که مشکلات بسیار کلانی داریم، ولی همه مسئول هستیم به خاطر حفظ تمامی ارزش‌های نو، به خاطر حفظ دموکراسی، به خاطر حفظ مردم سالاری، به خاطر حفظ نظام جمهوری و به خاطر حفظ قوانین و حاکمیت قانون. اینها همه برای مردم افغانستان و برای همه ما اهمیت دارد، ارزشمند است و در این بخش نقش رسانه ها بسیار اهمیت داره که بخش عمده از کار ما با رسانه هاست که همیشه برنامه های ما پخش میکنن، نشر میکنن و با مردم شریک میسازن. بسیار اهمیت داره نقش رسانه ها، بسیار نقش پر اهمیتی است در تمامی عرصه ها و مخصوصا در قسمت پلیس. و من واقعا تشکر میکنم از رسانه های که با ما همکار هستند، خصوصا رسانه های ولایت باستانی بلخ که دیروز هم تشریف آوردن و به صورت دوامدار برنامه های ما از طریق شبکه های خود به مردم میرسانند و برنامه هم که شما امروز گرفتین این هم جز اون برنامه هاست که من با شما صحبت میکنم با بینندگان عزیز و برای ما ارزشمند است و من سپاسگزاری میکنم از همه این مردم و از رسانه ها. بیننده عزیز، یک چیز را نباید فراموش کرد، کشورهایی که در جهان اول هستند اونها هم یک حالت گذار را بالاخره سپری کردن. اگر انقلاب کبیر فرانسه را ببینیم، بالاخره فداکاری هایی بود، بالاخره مردم فداکاری دادن تا یک حالت خوب بهتر برسن. و من هم حالا میگم که هر عمل یک عکس العمل داره. اگر پلیس همانقدر برای مردم همکاری میکنه، مردم هم باید برای پلیس همکاری بکنن تا بتانن که در یک فضای خوب و آرام زندگی بکنن.